درود بر شما، خوش اومدید به چنل داکیو دراما. خب اتفاقی که اخیراً افتاد و یک سوء قصدی شد به جان ترامپ از طرف یک پسر 20 ساله به اسم توماس ماتیو کروکس که در حال حاضر تمام رسانه‌های خبری دنیا رو به خودش اختصاص داده این خبر و واقعاً هم اتفاق تاریخی میتونه باشه، یعنی میتونه سرنوشت نه تنها مردم امریکا بلکه بسیاری از کشورها رو هم تحت تاثیر خودش قرار بده. و چرا میگم میتونه تاثیر بذاره روی سرنوشت جوامع؟ چون نه تنها احتمال برد ترامپ رو بیشتر میکنه بلکه در کنارش باعث میشه یک سری گروه ها، یک سری سازمان ها قدرتشون بیشتر بشه خصوصا در امریکا و یک سری گروه ها و سازمان ها بیشتر تحت فشار قرار بگیرن. مشخصا در مورد گروه های چپ و راست دارم صحبت میکنم. اما این پسر توماس ماتیو کروکس که فعلا FBI گزارش زیادی ازش منتشر نکرده، هنوز رسانه ها نتونستن برن صرف تا صدش رو در بیارن، چیزهای کمی در موردش فعلا میدونیم. اینکه تا الان هیچ سابقه کیفری نداشته، ازش ثبت شکایتی نشده، تو خانواده نرمالی زندگی میکرده، پدرش یک روانشناس بوده، مادرش خونه دار بوده، یه برادر خواهر بزرگتر از خودش داشته و آدم آرومی بوده. یعنی حتی این هم در موردش گفته شده که از کودکی تا حالا آدم نرمالی بوده، هیچ وقت درگیر نمی شده با کسی و حتی توی ریاضیات هم بسیار هوش خوبی داشته. همین دو سال پیش، سال 2022، یه جایزه‌ای به اسم جایزه ستاره ملی ابتکار در ریاضیات و علوم رو تونسته بود بگیره. یعنی سرش تو درس و مشقش بوده و میگم نرمال بوده دیگه. منتها یه چیزی این وسط باعث شد که این پسر توماس ماتیو کروکس بیفته توی یک ریل دیگه و الان که شما دارید من رو میبینید و من دارم صحبت میکنم دیگه این پسر در قید حیات نیست. اونم این بود که از همون سال 2021، در واقع از 2021 به بعد، این رفت و عضو گروه های رادیکال چپ شد. سال 2021 توی مینیاپولیس در حالی که درگیر شده بود با نیروهای پلیس و به سمتشون چیزهایی مینداخت دستگیر شد. یک بار دیگه چند وقت بعد دستگیر شد و هر دوبار پدر مادرش رفتن این رو به قید وثیقه آزادش کردن. سال 2022 توی پورتلند و سال 2023 توی سیاتل این دوباره رفته بود و در کنار اون گروه هایی که آنتیفا مشهورن داشت مبارزه میکرد، حالا به زعم خودشون داشتن حق خودشون رو میگرفتن دیگه، داشتن با راست افراطی به زعم خودشون مبارزه میکردن. و نکته دیگه، وقتی که اون تکتیر انداز سرویس مخفی توماس رو زد و رفتن بالای سر جنازهش، فعلا FBI این رو گفته که بسته های مشکوکی اطرافش بوده و این احتمال رو میدن که فقط این فرد نبوده، همدست یا همدستانی داشته. اوکی، فعلا ما این رو راجع به توماس میدونیم و چیزی که این قضیه رو پررنگ میکنه ربطشه به گروه های آنتیفا. به همین خاطر من تصمیم گرفتم اصل این ویدیو رو بذارم اینکه آنتیفا تاریخچش چی بوده و چرا در حال حاضر بسیاری دارن تلاش میکنن که این گروه در لیست گروه های تروریستی داخل امریکا قرار بگیره. و حالا که ترامپ احتمال ریاست جمهوری بیشتر هم میشه با این اتفاق، احتمال قرار گرفتن آنتیفا توی این لیست بیشتر هم میشه و تأثیراتش توی آینده خیلی بالاتر خواهد رفت. اما بیایید ببینیم آنتیفا چی بوده، چیزی که ما ایرانی ها تو این سالا فقط اسمش رو شنیدیم، خیلی من ندیدم رسانه ها بهش بپردازن و به عمقش برن و چیزای جالبی داره. یعنی وقتی تاریخش رو بررسی کنیم میفهمیم که چرا علانی ها اینقدر تهاجمی ان، اینقدر دارن به راست ها حمله میکنن. اصل ریشه آنتیفا از 3 تا کشور نشأت گرفته: ایتالیا، آلمان و انگلستان. ایتالیا و آلمان که خب برمیگرده به همون سالهایی که موسولینی و هیتلر در حال قدرت گرفتن بودن دیگه. اواسط دهه 1920 موسولینی رهبر وقت ایتالیا داره از دل حزب فاشیست میره به سمت اون رسیدن به اهدافش که احیای ایتالیاست، احیای امپراتوری روم در اصل و گرفتن بسیاری از کشورها و رسیدن به اون ایدئال هایی که برای خودشون تعریف کرده بودن. اما در مقابل توی ایتالیا یه سری گروه هایی هم در مقابل اینها شکل می گرفتن که عنوان آنتیفا از همون موقع گذاشته شد روی اونها. آنتیفا همون مخفف آنتی فاشیزم بوده دیگه در اصل. و این تقابل بین موسولینی و آنتیفا بود، سالها ادامه داشت. حتی می دونیم که بعدن موسولینی رو رقباش کنار می زنن از قدرت وقتی که دیگه احتمال شکست
جبهه ایتالیا و آلمان وجود داشته و برخی از مردم ایتالیا که تم چپی داشتن توی اتحادیه‌های کارگری کار میکردن و تا حدی همسو بودن با این جنبش آنتیفا مهاجرت میکنن و به امریکا میرن. میدونیم دیگه توی امریکا کلن مهاجرین ایتالیایی زیادن، محله ایتالیایی ها و اون داستان هایی که توی فیلم ها دیدیم. بخشی از اون ایتالیایی هایی که مهاجرت کردن و رفتن به امریکا، بخششون همین افراد بودن، رفتن و شروع کردن توی امریکا سندیکا تشکیل دادن، برای حقوق کارگری مبارزه کردن و نهایتاً به کمونیست ها پیوستن برخشون. اما توی آلمان یه خورده وضعیت جدی تر بود. من توی ویدیویی که راجع به تاریخچه گشتاپو ساختم، اگر دیده باشید، یه اشاره‌ای کردم به اس ای. ما از هیتلر و ارتشش و نیروهاش بیشتر اسم اس اس رو شنیدیم و البته گشتاپو، اما قبل اینکه اس اسی تشکیل بشه، قبل اینکه اس دی تشکیل بشه، اس دی در واقع سازمان اطلاعاتی اس اس بوده، قبل اینها دهه 20، یعنی همزمان با اون فعالیت هایی که موسولینی داره انجام میده، هیتلر اس ای رو تشکیل داد. چرا؟ چون اون موقع این میخواست حزب سوسیال دموکرات رو قوی تر بکنه، خودش رو به قدرت برسونه، در حال یه تقابل گسترده‌ای بود با کمونیست ها و برای اینکه کمونیست ها نیان میتینگ هاش رو به هم بزنن و بتونه کار بکنه، اس ای رو تشکیل میده. یه جورایی مثلا بادیگارد حزبیش بودن. در مقابل خب کمونیست ها هم دست و پابسته نبودن توی آلمان و دائم بین اینها درگیری رخ میداد. دقیقا مشابه همون کاری که آنتیفا توی ایتالیا داشت با موسولینی انجام میداد، همون کار رو توی آلمان کسانی که حالا مخالف هیتلر بودن و تا حد زیادی هم مخالف اون سیاست‌های نژادی نازی‌ها بودن داشتن انجام میدادن. ولی وقتی که هیتلر به قدرت رسید، تا سالها دیگه خبری نبود از آنتیفا توی آلمان و خودش قدر قدرت بود و کار میکرد، تا اینکه حالا بعدن نئونازی‌ها میان روی کار. وضعیت توی بریتانیا اما متفاوت بود از ایتالیا و آلمان. خب یه مقدار طول کشید تا عقاید موسولینی و هیتلر وارد کشورهای مثل بریتانیا بشه و کم کم توی انگلستان هم یک اتحادیه شکل گرفت، اتحادیه فاشیست های بریتانیایی، BUF. حالا من بهش میگم بوف. این اتحادیه بوف، فاشیست های انگلستان، خب اینا هم در حال تلاش بودن که قدرت بگیرن و اگر سریال پیکی بلایندرز رو دیده باشید، قشنگ این فضا به تصویر کشیده شده و سر اوزوالد موزلی یک شخصیت واقعی بود که داشت همین فاشیست ها رو رهبری میکرد توی انگلستان. برعکس ایتالیا و آلمان که اون موقع اون جنبشی که تحت عنوان آنتیفا داشت کار میکرد، صرفا داشت تقابل میکرد با قدرت در حال رشد هیتلر و موسولینی، توی بریتانیا اینجوری نبود. چون توی بریتانیا خب این فاشیست ها قشنگ حزب داشتن و برای انتخابات داشتن فعالیت میکردن، اما در مقابلشون گروه هایی قرار داشتن. کمونیست ها بودن، یهودی ها بودن، آنارشیست ها بودن، اعضای اتحادیه های مختلف بودن و حتی بعدن یه مقدار کمی، یعنی یک اقلیتی از مسلمون های سومالیایی هم اومدن و پیوستن به اینها. پس زد و خورد داره بین اینها، بین این دو طیف افزایش پیدا میکنه، تا اینکه 1936 یک نبردی رخ میده که خیلی تاریخیه. یعنی اساساً مانیفست آنتیفا حتی در حال حاضر برمیگرده به همون ماجرا. استارتش از همون 1936 توی انگلستان زده شد. چی بود اون ماجرا؟ 1936 موزلی و دیگر رهبران حزب فاشیست و اون بوف، اتحادیه فاشیست های بریتانیایی، تلاش میکنن که یک راهپیمایی بزرگی رو ترتیب بدن. میخوان نیرو جمع کنن، میخوان توی مردم مثلا خودشون رو بشناسونن که بتونن قدرت داشته باشن دیگه، و این رو اون آنتیفا شناسایی میکنه. هنوز البته توی انگلستان عنوان آنتیفا نگرفتن به خودشون، ولی کاملا مشابه همونی هن که توی ایتالیا و آلمان دیگه، خب در ارتباط بودن با هم دیگه توی کشورهای اروپایی. اونا میفهمن که قراره یک راهپیمایی بزرگی شکل بگیره. در نتیجه خیلی زودتر میان توی مسیرهایی که اونها قراره حرکت بکنن سنگربندی میکنن و وقتی که اونها از ساختمونشون در میان، حدوداً بین 2 تا 5 هزار نفر گفته شده بودن فاشیست ها، و خب با پلیس هم هماهنگ کرده بودن. پلیس انگلستان هم تا 7 هزار نفر نیرو ذکر شده
البته اولش کمتر از این تعداد بود، اما وقتی که اون فاشیست ها اومدن و توی خیابونی به اسم کیبل استریت با همدیگه درگیر شدن، تعداد پلیس ها به 7000 نفر رسید. اما طیف مقابل که حالا هم آنتیفا بهشون بگیم، تعدادشون خیلی خیلی بیشتر از فاشیست ها بود، حتی رقمی بین 100 تا 300 هزار نفر عنوان شده. منطقی هم هستی که تمام کمونیست ها، تمام آنارشیست ها، تمام اعضای اتحادیه هایی که به اینها وصل بودند و البته یهودیان میان و در مقابل اینها قرار می گیرن. چون اساسا اون کیبل استریت گویا توی منطقه ای بوده که اکثریتش دست یهودیا بوده، به همین خاطر یعنی میرن تو جایی که طیف مقابل، طرف مقابل توش اکثریت جمعیتی رو داره. یه نبرد خیلی سهمگینی شکل میگیره که این به صورت سری هم بود، یعنی چندین نبرد طی چند روز، اما این آخرین نبردی که مشهورم شده The Battle of Cable Street، نبرد خیابان کیبل، یک نبرد تاریخی شد و در پایان اونا تونستن فاشیست ها رو شکست بدن. و با این وجود که مزلی مجوز گرفته بود برای اون راهپیمایی، به توصیه پلیس اینا عقب نشینی کردن، چون پلیس گفت ما نیرو نداریم، نمیتونیم با اینها بجنگیم. بسیاری از ماموران پلیس زخمی شدن، مثلا اینها رو تو خیابون گیر انداخته بودن، چون سنگربندی هم شده بود دیگه، از روبرو با تعداد زیادی حمله میکردن به اینها، از بالا مثلا خانوما گلوم مینداختن سرشون، کیسه های زباله مینداختن سرشون، سر فاشیستا و سر پلیسا. یه نبرد عجیب غریبی بوده. و در پایان وقتی که این طعم پیروزی رو چشیدن، طیفی که چپا بودن و خلاصه آنارشیستا بودن و یهودیا بودن، این طعم پیروزی رو چشیدن، یک چیزی رو متوجه شدن که 1936، این که خشونت کار میکند، violence works، این خشونت کار میکند، این که ما به واسطه خشونت میتونیم به اهدافمون برسیم، دیگه شد هسته اصلی مانیفست آنتیفا. به چه نتیجه رسیدن؟ به این نتیجه رسیدن که فاشیستا به زعم اونها، این راستگرایان افراطی، این نجات پرستان، از زور استفاده میکنن همیشه و دولت هم پشتشونه. حالا ما اگر میخواییم در برابر اینها شکست نخوریم، باید حمله پیشگیرانه داشته باشیم، باید سیاست هامون رو تهاجمی کنیم. فقط وقتی میتونیم پیروز بشیم که ما زودتر از زور علیهشون استفاده بکنیم، و توی اون نبرد هم به این رسیده بودن دیگه. اما در مقابل خب فاشیست ها، همون اتحادیه بوف، دستاوردهایی هم داشت. این اتفاق باعث شد که خیلی از مردم برن عضو بشن توی اون اتحادیه فاشیست ها، باعث شد که یه خورده برحق جلوه بکنن، و از این گذشته باعث حس انتقام جویی اون فاشیست ها علیه یهودیان شد و این زد و خورد های ادامه داشت پیدا می کرد. یعنی سیاستی نبود که تماما جواب بده. مشخص خب خشونت وقتی تو استفاده می کنی شاید باعث بردت بشه، ولی عواقبی هم داره دیگه. یه مورخ به اسم مارک بری که اصلا این مورخ حوزه آنتیفاس و کار می کنه توی این حوزه، یه توصیف جالبی داره، میگه دفاع از خود اغلب مستلزم خشونت است. فاشیسم و سیاست‌های نزدیک به راست افراطی ذاتاً تهاجمی هستند و اگر از قبل آماده دفاع نباشید، ممکن است وقتی که زمانش برسد دیگر دیر شده باشد. قشنگ می‌فهمین که آنتیفا با چه تفکری رشد کرده از دل همون سال‌های 1930 به بعد. زمان می‌گذره، شکست جبهه هیتلر و موسولینی خب طبعاً باعث میشه که دیگه تا سال‌ها خبری از این ایده‌های فاشیسم و نازیسم نباشه، و وقتی اینها نباشن خب آنتیفا هم دیگه موضوعیتی نداره. پس تا حدوداً دهه 1960 خبری خیلی از این مفاهیم و از این نبردها نبود. از دهه 1960 به بعد دوباره کم کم سر و کله هر دو طرف پیدا میشه. مثلا یک جنبشی پیدا میشه با عنوان اسکین هیدز از دل 1960. این اسکین هیدز توی انگلستان هم شکل میگیرن، یه طبقه فرهنگی بودن که البته تو دل طبقه کارگر، یعنی یک قشری بودن که بیشتر کار فرهنگی انجام میدادن، و با این وجود که از دل طبقه کارگر بیرون اومده بودن، کم کم تمایل پیدا میکنن به راست و انقدر توی این مسیر تند میرن که دیگه شروع میشه نزاهای خیابونی با طرفای مقابل، حالا با اقلیت ها باشه، با یهودیان باشه، با مثلا کمونیست ها باشه، و نبرد هایی که این اسکین هیدز توی خیابون انجام میدادن، توی تظاهرات انجام میدادن، باعث میشه که دوباره توی انگلستان مسئله تاد بشه. از اون طرف یک جنبشی شروع شده توی انگلستان به اسم پانک، و این پانک ها یک سیاست و یک فاز تهاجمی دارن علیه راستا،
یعنی باز از دل همین پانک ها کنسرت برگزار میکردن، در دل همون کنسرت هایی که برگزار میکردن فاز مثلا حمله به چپ راستا رو هم داشتن. کنسرت هایی که پانک ها برگزار میکردن خیلی وقتا محل تقابل یا حتی زد و خورد این دو طیف میشد. توی آلمان هم به همین ترتیب بود، هم پانک ها حضور داشتن، هم آنارشیست ها حضور داشتن و از همه مهمتر نئونازی ها حالا توی آلمان حضور پیدا کرده بودن. به خاطر همینی که از دل اون دهه های 60 و 70 و 80 تا همین حالا بخشی از سیاست و بخشی از تمرکز آنتیفا مبارزه با نئونازی ها بوده طبق تعاریف خودشون، و همه اینها اتفاقاتی که توی آلمان داره میفته، توی انگلستان داره میفته و دیگر جاها کم کم تأثیر میذاره روی آمریکا. و رفته رفته از دهه 1980 به بعد که آنتیفا کامل وارد آمریکا میشه، یعنی تا قبل اون توی آمریکایی ها مثل اون چیزی که تو اروپا رقم میخورد خبری از آنتیفا نبود، و آنتیفایی که در حال حاضر ما میشناسیم شکل مدرنی پیدا کرده از دهه 80 به بعد وارد شده. البته قبل اینکه آنتیفا توی آمریکا موضوعیت پیدا بکنه یک جنبشی بود با عنوان ARA Anti Racist Action، اقدامات ضد نژادپرستانه. اینا هم دقیقا همون میراثی که از اروپا بهشون رسیده بود رو پاس می داشتن. مثلا یه شعاری داشتن We go where they go، هر جا که اونا باشن ما میریم اونجا. یعنی بررسی می کردن، رصد می کردن که آقا این راست ها یا به زعم خودشون راست های افراطی کجاها میرن توی کنسرت ها، توی رویداد هایی که برگزار میکنن، ما هم باید اونجا باشیم و نذاریم که صداشون زیاد شنیده بشه، بریم مثلا مختل بکنیم رویدادهاشون رو، آگهی هایی که رو در و دیوار میچسبونن رو بکنیم و اگر لازم بود جاهایی هم باهاشون درگیر بشیم. خصوصا چون اون موقع کنسرت های پانک راک خیلی محبوب بود توی امریکا، اجازه نمیدادن حتی راست ها حضور چشمگیری پیدا بکنن، چون اعتقاد داشتن که اگر ما بذاریم اینها حضورشون چشمگیر بشه 4 روزی مثلا علیه خودمون قدرت پیدا میکنن. طیف مقابل اینها هم که خب یک کلنزمن ها بودن، اعضای کوکلاس کلن که عقاید نجات پرستانه خیلی تند و تیزی داشتن و خصوصا با اقلیت های نجادی، با آفریقای آمریکایی ها رفتارهای فجی انجام داده بودن. این توی تاریخ هست در مورد کوکلاس کلن ها. از اون طرف نئونازی ها هم اومده بودن و در کنار اینها اون پاتریوت ها، اون میهن پرستانی که به زعم آنتیفایی ها مثلا اینا هم راست های افراطی بودن، اینا هم در کنار هم قرار می گرفتن. پس توی امریکا از همون 1980 به بعد یه طرف می شدن فاشیست ها، سوسیالیست ها، کلن چپ ها که آنتیفا رو شکل دادن، در ابتدا ARA بودن ولی بعد شدن آنتیفا. از این طرف هم نئونازی ها و اعضای سابق کوکلاس کلن و ملیگرایان و کلن میهن پرستان بودن، که خب همه اینها واقعا نمیشه همشون رو توی یک طیف قرار داد دیگه. یعنی چپ معتدل داره افراطی داره، راست هم معتدل داره افراطی داره، ولی خب عموما اینجوریه که توی همین درگیری های دو طیف هیچ کدوم حاضر نیستن اصلا خیلی با این قضیه کنار بیان دیگه. وقتی میگن چپ یعنی چپ افراطی، وقتی میگن راست یعنی راست افراطی، مگر اونهایی که خودشون رو از این دعواها جدا میکردن. جامعه شناسی به اسم استانیسلاو ویسوتسکی که توی دانشگاه ویسکانسین فعالیت میکنه یه زمان طولانی رو گذاشت و رفت با بسیاری از اعضای آنتیفا مصاحبه کرد، گفت که مثلا شما چی کار میکنید، اصلا دنبال چی هستید. توصیفات جالبی داره، میگه اینها که خیلی هاشون فرهنگ پانک دارن اساسا با مفهومی به اسم پلیس مشکل دارن، اصلا نمیتونن کنار بیان، اعتماد ندارن به پلیس، ولی از اونجایی که میخوان جامعه خودشون رو، یعنی اون کامیونیتی خودشون رو توی شهرهای مختلف توی جای مختلف برای اقلیت ها، برای یهودیان، برای کلن اعضاشون آنارشیست ها و کمونیست ها و اینها امن نگه دارن، مجبورن یک پلیسی برای خودشون تشکیل بدن. به همین خاطر از یه اصطلاحی استفاده میکنه این ویسوتسکی با عنوان پلیس آنارشیست. این پلیس آنارشیستی که ویسوتسکی میگه همونایی هن که لباس مشکی میپوشن، پرچمای آنتیفا رو به دست میگیرن و میگه مثلا اینا چیکار میکردن از همون دهه‌های 80 90 تا همین حالا. مثلا اگر قرار بود کنسرتی برگزار بشه اینا زودتر حاضر میشدن، توی ورودی ها قرار میگرفتن و مراقب بودن که مبادا کسانی که حالا اینا
نونازی تشخیص میدن، راست افراطی تشخیص میدن، مبادا اونها وارد بشن. اگر لازم بود درگیر میشدن و از زور استفاده میکردن برای بیرون کردن اونها. یه فاز پلیسی داشتن. حتی میگه اینها نیروهایی داشتن برای گشت زنی توی محلات، طبیعتا محلات خودشون دیگه، اون محلاتی که قدرت دارن توشون، یعنی قشنگ به پلیس تبدیل شده بودن بخشی از نیروهای آنتیفا. با وجود همه این فعالیت ها و این سابقه تاریخی، باز هم توی آمریکا خیلی آنتیفا شناخته شده نبود، یعنی اکثریت مردم اصلا کاری با این مسائل نداشتن. اگرچه باز زد و خورد بود، درگیری بود. مثلا سال 2002 متیو اف هیل که مؤسس یک کلیسایی بود به اسم کلیسای خالق و نزدیک بود به راست، این مثلا میخواست سخنرانی بکنه توی پنسیلوانیا، آنتیفا ریخت زد و خورد شدید و لغو شد سخنرانی. مثلا یکی از چیزایی بود که اون موقع خیلی سر و صدا کرد، ولی میبینین دیگه آنچنانی نیست، یعنی بذاریم کنار اتفاقاتی که توی سالهای اخیر تو امریکا افتاده چیزی نیست. و زمان میگذره، زمان میگذره، اینا تو حاشیه‌ان، خیلی کاری باشون ندارن. تا سال 2016، در اصل 2015 دیگه، که نبرد انتخاباتی شروع میشه بین ریپابلیکن ها و دموکرات ها و سر و کله ترامپ پیدا میشه. از همون موقع است که آنتیفا عملا به کل آمریکا شناسونده میشه، همه میفهمن که آنتیفایی هست و درگیرن با راستی ها. با ظهور ترامپ یک جنبشی هم توی امریکا سر و کلهش پیدا میشه به اسم آلت رایت، راست جایگزین، که هدش یه فردی بود به اسم ریچارد اسپنسر. این ریچارد اسپنسر سازماندهی های گروه و جنبشش رو به صورت آنلاین انجام میداد، ولی وسیع بود. مثلا تظاهرات های آنچنانی در حمایت از ترامپ، و اونها هم حاضر نبودن با اینها کنار بیان. چرا که آنتیفا میراث 1930-1970-80 اروپا رو داشت و میدونست اگر قرار بازنده نباشه در برابرشون، باید از همین حالا قبل اینکه دیر بشه اقدام بکنه برای برخورد باشون. پس حتی اینجوری میگن، حتی خیلی از مثلا تئوریسین‌های آمریکایی میگن اگر ترامپ و آلت رایت ریچارد اسپنسری نبود، همین حالا آنتیفا توی حاشیه بود. ولی وقتی اونها اومدن، پس اینها هم رشد کردن. با وجود تمام مبارزاتی که آنتیفا کرد، نهایتا ترامپ رأی آورد 2016، و توی اون 4 سالی که ریاست جمهوری، دوره ریاست جمهوریش بود، 3 اتفاق از سمت آنتیفا افتاد که برای چپ‌ها تبدیل به قهرمان شدن و برای طیف مقابل، برای راست‌ها، تبدیل به اون فرد شرور داستان شدن، شرور قدرتمند، به قدری که از 2017-18 به بعد زمزمه این به وجود اومد که باید آنتیفا توی لیست گروه‌های تروریستی داخل امریکا قرار بگیره. چی بودن این 3 تا؟ اولیش مراسم تحلیف ترامپ بود، همون ابتدای شروع ریاست جمهوریش. طرفداراش جمع شدن، یهو کلی نیرو میریزه، یه سریاشون هم کلن لباس مشکی، همون پلیس‌های آنتیفایی، میریزن و درگیر میشن. حتی توی اون درگیری شخص ریچارد اسپنسر هم آسیب میبینه، یکیشون با مشت میزنه تو صورتش. اون قشنگ یه نماد بود از شروع 4 سال طوفانی بین چپ و راست. از طرفی چپ ها طرفداراشون بیشتر شد سر اون قضیه. یکی از حسابهای توییتریشون که مثلا حساب مهمی بود، 4 برابر شد فالووراش، نشون میداد محبوبیت پیدا کردن توی هم فکرهای خودشون. از طرفی هم مردم، راست‌ها و دولت اینها رو محکوم می‌کردن به تخریب اموال عمومی، به ایجاد مثلا فضای رادیکال توی کشور و شورش علیه شخص رئیس جمهور. دومین موردی که خیلی سر و صدا کرد، موردی بود که راستگرایان قرار بود توی شارلوتسویل یک تظاهراتی برگزار کنن در حمایت از سیاست‌های ترامپ و مثلا یه چنگ و دندونی هم نشون آنتیفا بدن. آنتیفا با همون سیاست که از قبل ما باید بریم و باید رویداد اینها رو مختل کنیم، بریم توشون شعارهای خودمون رو بدیم، علائم اونها رو بکنیم، علائم خودمون رو بزنیم، با همین سیاست از قبل شروع به برنامه ریزی میکنن. ضمن این که یه سیاست دیگه هم داشت آنتیفا از همون سالها، این بود که ما باید فعالان راست رو شناسایی بکنیم و توی شبکه‌های خودمون اینها رو بشناسونیم به همه، هم مردم اینها رو بشناسونن، تلاش کنیم که مثلا اونها رو حالا بیابرو بگیم یا مثلا چه من رسوا بگیم، هرچی. در کنارش دائما هم رصد بشن اون افراد که وقتی فهمیدیم قرار فلانجا یک اتفاقی بیفته، یه رویدادی برگزار بشه، سری ما از قبل آماده باشیم. این حرکتی که قراره توی شارلوتس ویلا انجام بدن در مقابل راستا، دقیقاً به خاطر اینه که دارن رصد میکنن همه رو. دوباره میرن، یه درگیری خیلی شدیدی پیش میاد،
باز اینها میگن دیدید خشونت برنده است، خشونت کار میکنه، رازها رو باید با خشونت متوقف کرد. حتی چند وقت بعد ریچارد اسپنسر که یک تور گسترده‌ای رو برگزار کرده بود باعث لغو تورش میشن، یعنی توری که مجوز داشت میخواست فعالیت بکنه، اینها دیگه انقدر قوی ضربه میزنن بهش، اسپنسر خیلی عصبانی میشه، میگه آره اگر وضعیت اینه آنتیفا برنده است. این آنتیفا برنده است هم شد یک خوراک تبلیغاتی دیگه برای اینها که ببینید ما چقدر خوب داریم کار میکنیم. ولی یه ویژگی جالبی آنتیفا داشت که باعث میشد یه خورده شکست ناپذیر به نظر برسه. راست ها خب یه سری داشتن، یه بدنه ای داشتن، مشخص بود اگر میخوان رصد بکنن کیو رصد بکنن، اگر میخوان بزنن کیو بزنن. ولی آنتیفا از همون ابتدا تا همین حالا اینجوری توصیف شده که یک مجموعه ای از گروه های پراکنده که خیلی وقتا اصلا ارتباطی هم شاید با همدیگه نداشته باشن، نهایتا برای یک رویداد اینا میان با هم هماهنگ میکنن. به خاطر همینه که مثلا توی همین ضارب ترامپ، توی گزارشی که FBI داد راجع به توماس، ضارب ترامپ اینجوری گفته بود که این عضویت داشته توی چند تا آنتیفا، آنتیفای نیویورک، آنتیفای لس آنجلس، آنتیفای سیاتل، یعنی هر گروهی برای خودش داره مثلا فعالیت خودش رو میکنه و این باعث میشد و باعث میشه که طرف مقابل ندونه کی رو باید بزنه. خب الان ما میخوایم بریم فعالیت آنتیفا رو مختل کنیم، کجا رو بزنیم، کیو بگیریم، کیو رصد بکنیم، اصلا اینا چجوری دارن با هم هماهنگ میکنن؟ این ویژگی باعث شده بود که نتونن کاری باشون بکنن خیلی. نهایتش این بود که مثلا هر جا زد و خوردی میشد یه سری از اعضای اینها رو دستگیر میکردن، همین. و اما سومین اتفاقی که تو دوران ریاست جمهوری ترامپ جون 2019 اتفاق افتاد و اینم خیلی سر و صدا به پا کرد، نبرد دو طیف بود توی پورتلند. یه گروهی بودن به اسم پسران مغرور که اینها میگفتن ما ملی‌گراییم، میهن‌پرستیم، اینا میگفتن شما راست افراطین. و آنتیفا هم توی پورتلند یک گروهی داشت به اسم روس سیتی. پس توی جون 2019 توی یک تظاهراتی پسران مغرور با روس سیتی درگیر میشن و توی اون درگیری یه سری ها کتک میخورن، من جمله یک خبرنگار محافظه‌کاری به اسم اندی انگو، بعدم کتکش میزنن. و این اتفاق که توی پورتلند رقم خورد، خب یک خبرنگار مشهور وقتی کتک میخوره از دست آنتیفا معلومه چه خبری میشه دیگه، همه رسانه ها تیتر میزنن که این اتفاق افتاد. در نتیجه اون بود که ترامپ گفت من از این به بعد تلاش میکنم برای قرار دادن آنتیفا توی لیست گروه های تروریستی. ناگفته نمونه که اینجوری نبود که ترامپ یه هویاد این رو بگی. از 2017 راست ها این رو میخواستن، دائم کارزار راه مینداختن، امضا جمع میکردن که آقا اینها باید برن توی این لیست. ولی مشخص بود که نمیتونه ترامپ. چرا؟ چون اساسا ریاست جمهوری فقط میتونه گروه های خارج از کشور رو توی این لیست قرار بده، برای گروه های داخلی کنگره باید اقدام بکنه. نهایتا رئیس جمهور میتونه فشار بیاره، میتونه کار بکنه توی این حوزه، نمیتونه انجامش بده نهایتا. و تا پایان ریاست جمهوریش ترامپ نتونست انجامش بده، اما خب این مطالبه بود و خودش هم داشت تلاشش رو انجام میداد، اما زورشون نمیرسید. و همه اینها جمع شد تا قضیه جورج فلوید پیش اومد سال 2020 و یهو امریکا قشنگ تا مرز فروپاشی پیش رفت و دیدیم که چه اتفاقاتی داشت میافتاد. اماکنی غارت می‌شدن، زد و خوردهای شدیدی با ماموران پلیس، چندین و چند مامور معلول شدن توی اون زد و خوردها. طرفداران امریکا خب قصه می‌خوردن که چرا این وضع جمع نمیشه. مخالفان امریکا میگفتن دیدید ما گفتیم این سیستم به هر حال یه روزی فرو می‌پاشه، دیدید داره انقلاب میشه. و چه تصاویری بیرون اومد، چه غارت‌هایی از برندهای مشهور لباس و خوراکی و فروشگاه‌های مختلف. از طرفی یکی بود مثل رابرت اوبرایان، مشاور امنیت ملی وقت، میگفت که این آسیب هایی که داره به وجود میاد مشخصه که توسط آنتیفا داره هدایت میشه. زد و خورد هایی که با ماموران پلیس انجام میشه با تاکتیک های نظامیه. ما میفهمیم که آنتیفا پشت این کار است. آدم عادی مگه میتونه با تاکتیک نظامی حمله بکنه به مامور پلیس؟ دادستان کل امریکا گفته بود این خشونتی که داره رقم میخوره از طرف آنتیفا هم هست، این مصداق تروریسم داخلیه. اینا اینجوری میگفتن، ولی خب مخالف هم داشت این نظریه. مثلا FBI واحد شیکاگو میگفت توی
تظاهراتی که توی شیکاگو رقم خورده، تا حالا ما هیچ مدرک و سندی نداریم که آنتیفا پشتش باشه. اعضایی بودن، ما هم دستگیرشون کردیم، ولی اینقدری نبودن. آسوشیتد پرس یه گزارشی تهیه کرد، گفت توی مینیاپولیس و توی واشنگتن دی سی از بین تمامی افرادی که دستگیر شدن تعداد خیلی کمیشون عضو گروه های آنتیفا بودن و نمیشه گفت که این خرابکاری ها و این شورش و این اتفاقاتی که ضد امنیت ملی هست رو آنتیفا داره مدیریت میکنه. یعنی دوتا روایت بود، سخت میشه به همین خاطر قضاوت کرد. اما اون چیزی که مشخصه سیاست کلی آنتیفاست که میگه ما باید زودتر و جلوتر اقدام پیشگیرانه بکنیم، با خشونت بریم به استقبال راست ها که مبادا اونها با خشونت بخوان علیه ما کاری بکنن. یکی این، و البته کاری که توماس انجام داد، توماس متیو کروکس انجامش داد، و چون عضو بوده توی چند تا گروه آنتیفا و این غیر قابل انکار، اسنادش از FBI گزارش داده، از این به بعد دیگه سیاست عوض میشه. یک، ممکنه واقعا کنگره اقدام بکنه که آنتیفا رو ببره توی اون لیست تروریستای داخلی. دو، گفتم ترامپ احتمال رأی آوردنش بیشتر شده و حالا از اینجا به بعد اون چهره‌ای که آنتیفا برای چپا داشت که یک قهرمان داره برای احقاق حقوق اقلیت‌ها می‌جنگه، داره با نئونازی‌ها و چه می‌دونم نژادپرستان مبارزه می‌کنه، برای شاید بخشی از چپ‌ها این تصویر فرو بریزه، بگن نتیجه این کارها میشه این. نتیجهش این میشه که یه جوون 20 ساله‌ای سر خود پا میشه، میره سلاح دست میگیره و اون کار رو انجام میده. پس ما نباید طرفداری بکنیم. یعنی احتمال اینکه ریزش داشته باشه آنتیفا خیلی زیاده. و از این طرف ترامپ فرض کنین بیاد روی کار، اونا ضعیف‌تر شدن. حالا راست ها به مفهوم کلیش دیگه، حالا یه ورش راست افراطیه که دارن توشون، افراطی زیاد دارن، یه ورشون هم راستی هن که وطن پرستن، ملیگران، افراطی هم نیستن، نجات پرست هم نیستن، تو همین کشورها هم هستن، خیلی هم عالی. احتمالا این طیف هم تقویت بشه و یک پشتوانی بیشتری بشه برای ترامپ. این یک احتماله، چیزیه که تحلیلگرها دارن میگن. باید ببینیم چی پیش میاد، شاید هیچ کدوم از اینها هم نشه، شاید اینجوری برخورد بکنن که نه، ما اگر بخوایم اون رو ببریم توی لیست باعث میشه دوباره جنگ، دوباره راهپیمایی، دوباره تظاهرات، و حتی اصلا ممکنه ترامپ رأی هم نیاره. یعنی هیچ چیز قابل پیش بینی 100% نیست بگیم حتما میشه، ولی این طرف وزنه سنگین تره و تاثیرش قطعا روی کشور خود ما هم زیاد خواهد بود. ترامپ بیاد یه وضعیتی میشه، بایدن بمونه یه وضعیت دیگه ای میشه. باید صبر کنیم و ببینیم چه اتفاقاتی پیش میفته. اگر اطلاعات بیشتری FBI پخش بکنه راجع به توماس یا رسانه ها منتشرش بکنن در حدی که بتونم یه زندگی نامه خوب ازش کار بکنم، حتما میسازم. اگر نه که دیگه باید وایسیم ببینیم تو اخبار چی پیش میاد دیگه. ممنونم که تا پایان همراه هم بودید. امیدوارم که این کلیپ مفید بوده باشه براتون. پاینده ایران بزرگ و بدرود.